درود و عرض ارادت، در خیابان مصوری کرمانشاه هستیم. از سمت میدان رفعتیه به سمت چهارراه شیر خورشید در سمت چپ من ورودی خیابان خیام هست. یه مقدار جلوتر هم خیابان سعدی هست. این مناطق از مناطق قدیمی شهر محسوب میشن و از خیابان‌های با قدمت و قدیمی شهر هستند که خب حالا به هر حال شرایط تغییر کرده و به واسطه اتفاقات جدید شاید بعضی از قسمت‌ها مقداری تغییر کرده باشه. این چهارراه شیر خورشید و در سمت راست من یک بیمارستانی هست مخصوص کودکان حالا سرطانی و این داستان ها و حالا مشکلات دیگه. ببین از کجا میاد، ببین از کجا داره میاد. آقا اینا واقعا نوبرن ها، یعنی میان که بخوره، اگر خورد که خورد، اگرم نخورد تو حواست بوده که اینا شانس آورد. اعصاب ترین، رو مخ ترین، چی بگم؟ آخه واقعا یه سری الفاظ رو نمیشه به کار برد. آدمایی که شما فکر میکنین واقعا اعصابتون رو به هم میزنن تو ایران حضور دارن. خب اینجا خیابون مصوری رو ما داریم میریم به سمت جلو و حالا ببینید که اگر تغییراتی میبینید شما عزیزان برای بنده توی کامنت ها هم بنویسید. در سمت چپ من پارک شیرین هست که من میخوام یک چرخی هم در این پارک بزنم. از مناطق قدیمی شهر همون بافت فرسوده خودش رو داره و خیلی هم پایه تغییرات نبوده، به خاطر اینکه خب کسانی که زاده شهر هستن و زاده شهر کرمانشاه بودن اینجاها رو داشتن و سکونت کردن و شاید خیلی تمایل به تغییرات نداشتن، ولی قسمت‌های دیگری از شهر که مهاجر پذیر بوده خب تغییرات بیشتری رو به خودش دیده. گرچه که خب ما اصالت رو در مناطق قدیمی بیشتر می‌بینیم، چیزی که برای خیلی مهم است. خب اینجا میخوام وارد پارک شیرین بشم، ولی یکی از حالا تفریگاه های خیلی قدیمی میشه گفت همین پارک شیرین. چیز خاصی هم نداره، ولی خب به هر حال یک تپه است که به هر حال خوبه، وسط شهر هم هست، خوبه. حالا تا زمانی که هست میشه دیدش. و این آسفالتش فکر میکنم مربوط به 40 سال پیشه، قشنگ دیگه دونه‌های شن و ماسش زده بیرون. شاید در تصویر خیلی مشخص نباشه برای ولی اینا کاملا اینجا مشهوده. یه مزیتی که این پارک داره اینه که جاهای شهر رو میتونید از بالا ببینید، یعنی از وسط شهر تقریبا، وسط که نمیشه گفت، عرض کنم خدمتون، تقریبا میشه گفت وسط به سمت جنوب،
چون خیابون‌های سراب، کسرا، خیام، بهار، اینا همه در جنوب شهر کرمانشاه واقع شدن. و خب یکی از چیزهای جالب اینه که و عجیب اینه که خب جنوب شهر کرمانشاه خیلی گرون قیمت‌تر از قسمت‌های شمال شهر که تاق‌بستان و حالا مسکن و چه می‌دونم کارمندان، فرهنگیان، بولوار اینا باشه. پارک کوچولو و یه سری وسیله بازی خیلی محدود و کم برای بچه ها. و حالا اینجا رو هم ما یک سرکی بزنیم ببینیم اینجا چیه. شاید دید بهتری به همون بده چه هست در اینجا. یه پله اومدیم بالاتر. دست نمایی از شهر رو میتونید نظاره‌گر باشید. البته حضور این درختان خیلی اجازه نمیده که همه جا رو به دقت ببینیم و تمام تموم شد جاده، تموم شد دور بزن. خب این جاده بن‌بست بود ولی خب حالا چون خیلی بالاتر بود گفتم که این قسمت رو هم ببینید. چیز خاصی دیگه نداریم و حالا از این بر بریم پایین که بریم توی لاین خودم. دکلایی که میبینید قبلا مخابرات، یک قسمت از مخابرات بخشی از شهر اینجا بود. حالا ساختمانشون عوض شده، خورده جا به جا شدن، ولی خب این دکلها مربوط به مخابرات و فکر میکنم یه بخشش هم مربوط به صدا و سیما بود. Thank you.
همونطور که عرض کردم این قسمت ها با اینکه قدمتشون خیلی خیلی بیشتر از جاهای دیگه شهره، متاسفانه خیلی نخواستن که تغییر بکنن و حالا شکل و ظاهرشون تغییر بکنه، ساخت و سازی به اون صورت انجام بشه، رونقی بگیره و طبیعتاً تأثیر بذاره توی قیمتش. خب اکثر جا هم بافت قدیمی و سنتی گذشته رو سعی کرده که حفظ بکنه. که آدم حرف بزنه میگم ماشینش خراب شده همون وسط راه وایستاده. اینجا الان ما رسیدیم به بازار توپخونه، یا چیزی که از قدیم الایام اسمی که روش بوده بازار در طویل است، به خاطر اینکه اینجا کاروانسرایی بوده و بعد در کنارش کاروانها که می اومدن اینجا استراحت میکردن اینجا بازار بوده. همین که چراغ‌هاشو دیدین و در کنار اون بازار، خب اون کسانی که مسافر بودن و می اومدن چهارپایانشون رو که اون موقع وسایل نقلیهشون به حساب می اومده می آوردن و در این در طویله ها می زاشتن و در اون کاربونسرا در طویله‌ای بوده که اینا می زاشتن اونو برای اونا، حیواناشون می زاشتن برای استراحت و حالا چیزایی که براشون نیاز بوده. خیابون قدیمی، خیلی قدیمی، ولی متاسفانه شرایط خیلی بد. جا هم که دیگه حالا میخوره به خیابون سرچشمه و حالا اون میدونگاهی سرچشمه دیگه همه کلن رنگ فروش شدن، شده بورس رنگ و عرضم به خدمتتون هر اون چه که به رنگ و نقاشی ساختمون مربوط میشه. دوستان لطفا نظراتتون رو برام کامنت کنید و در صورتی که ویدیوها رو دوست دارید لطفا لایک و شیر فراموش نشه و اگر همچنان محتوا رو هم دوست دارید لطفا و کانال رو سابسکرایب بفرمایید و با من همراه باشید. این هم یک قسمت دیگری از خیابان‌های شهر، با من همراه باشید در ویدیوهای آینده.